بگیرش درکن خودشه. شما توقیف هستین آقا، با من کلانتری بیاین. خب ادامه بدید خانم. جناب سروان، جناب سروان، مدتیه که بو بردم زیر سر شوهرم بلند شده، زاقشو چوب زدم، بالاخره فهمیدم آقا با یه زن فرنگی ریخته رو هم. تو قسم میخوری؟ بله، با این جفت چشم دیدم، دیدم که تو اتاق دختره بودی. خیلی خوب باشه. آره. حالا که اینطور شد، مرگ یه بار، شیونم یه بار. بله دوستش میدارم، میخوام بستونمش، خلاص شده رفت. بله بله، تو غلط کردی، مگه شرحته؟ دلیلی محکم پسند دارم خانوم. جناب سروان، زنی من نازاست، آخه پدر آمرزیده، منم دل دارم، میخوام پدر بشم. بس پدر و بچه نرم، میخوام بچه‌دار بشم، میخوام اولاد گیرم بیاد و جامو بگیرید. حالا خدا چی خلطی کردی که اولادت نکنه؟ جناب سروان، اینجوری داره دودمانم از بین میبرید، نسلم از روز نیم ورداشته میشید. ما تو این ملک از خانواده بزرگیم. آره راست میگه، راست میگه. جدش میرزا آقا جلومبور جاروکش بلدیه بوده. جناب سروان، جناب سروان، خدا رو خوش میاد اینجوری دودمانی منو به باد بده. اگه بعد بگم بزنی تو دهنم، خودم میزنم تو دهنت که زبونت بره تو حلقوم. چه هنوز منو نشناختی اکبر آقا جونم؟ حالا دیگه داری تهدیدم میکنی فاطمه عرده؟ شنفتین جناب سروان؟ اگه بلایی به سری من بیاد، کمش دیری سری همین ضعیفه شلخته پدر سوخته پتیاره. خواهش میکنم آروم بگیرید. شما یا باید برید تو خونه اختلافاتتون رو حل بکنین، یا میفرستمتون دادگاه حمایت خانواده. باشه چشم.